نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شاگردای عزیز، خوش آمدید. امید که همتون خوب و صحتمند باشین و درس هایتان را به صورت منظم و درست تعقیب کنین. زده کوونکو تاسو خیستی؟ خیر راغلیه؟ خشکر چه تاسو هم روغ او جوریه. نو چمتوی چنه ننه لوست بیل کرو؟ دیر خواه. گران زده کوونکو مونگ نن دل سم طولگی ده دری مزمون بولو. چه زمانگ ده ننانی لوست عنوان ده جهان معنوی. مقصد مو ده هم ده معنوی نرای سخصه شده زده کوونکو. تا دی موضوع به حکل با پا ننانی لوست که خبری کرو. خو مخکل ده چه لارشو او ننانی لوست پیل کرو یو لنده کتنا پا تیر لوست کو. شاگردای عزیز، اگر شما بیاد داشته باشین موضوع درس قبلی ما چی بود؟ زندگی همین لحظه هست. یعنی یک متن ما در مورد از این موضوع خوانده. بر علاوه از این موضوع ما بخش آیین انشا و نگارش هم داشتیم که در بخش آیین انشا و نگارش ما روی موضوع رعایت نشانه گذاری در نگارش صحبت کردیم. ما بعضی از نشانه ها را خواندیم، موارد استفادهش شناختیم، ای که در کدام قسمت از جمله ما از کدام نشانه و یا هم از کدام علامه میتونیم که استفاده کنیم. این موضوعاتی بود که در جلسه قبلی ما خواندیم و یاد گرفتیم. نزده کوونکو تاسو پا تیر لوست که کما پوخته نه از سون زنه لره نه یعنی تاسو ده تیر لوست موضوعات پس همه توگ از دکری نه چه پا تیر لوست که کما پوخته نه لره اوش را از او اخبل نه لوست بیلو زمونگ ده ملاتر لپاره ده بیگم اکادمیک چینل لزان سرا سبسکرایب کری بیا ده شرنگانه ترنی که کاغی ترسو زمونگ طولو درسی ویدیوگانو تا لاس رسای ولری او لحاغو سخا برخمن شی. مثل همیشه در درس امروزی ما اهداف درس داریم که هدف درس امروزی ما درست خواندن شعر است. یعنی ما در درس امروز خود یک شعر داریم، پس باید بتانیم به صورت درستش شعر خود بخوانیم. همچنان لغات جدید هم داریم که باید معنای لغات جدید یاد بگیریم. این موضوعاتی است که در جلسه امروزی روش صحبت میکنیم و یاد میگیریم. نزده کوونکو رازی چیخ بلوست پیل کرو. نزده کوونکو پنننی لوست که مونگ یو شعر لولو چه دغ شعر ده شیخ فریدالدین عطار ده کتاب سخه، یعنی ده پندنامه سخه ده. پندنامه ده شیخ فریدالدین عطار یو اثر ده. نو رازی چی وگورو چه شیخ فریدالدین عطار په حکله سه شی ویلی. یکی از پندنامه های منظوم و مشهور در ادب فارسی دری هم پندنامه منصوب به شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است که شامل منظومه های حکمی اخلاقی در قالب مثنوی است. عطار نخستین شاعری است که عرفان را به طور مبسوط به زبان شعر بیان کرد. استقبال از پندنامه عطار در شبه قاره هند کم نظیر بوده و این تألیف حتی به عنوان کتاب درسی هم در حوزه های درسی تدریس می شد. شعری را که می خوانید یکی از مثنوی های این پندنامه است. از دکون کو پندنامه چه ده ده شیخ فریدالدین عطار یا منظوم اثر ده چه ده پده کتاب که یا هم پده اثر که زیادتر پا اخلاقی و حکمی موضوعات و بند بحث شویده یا هم یادوانه شوی. سر بیره پرده ازده کون که ده اثر هم را ده محتویات و یا هم پا هاگ اندازه ده اخلاقی محتویات درلودون کده چه پا زیادتر و زیونو که حتی ده درسی مضمون پا هست تدریس کده او لده سخه کار اغیستل کده. نرازی چه و گرو چه پده شیر که ده کم موضوع پا حکل یادوانه کلی. بلبل از باد سبا در بوستان نوحه ها می کرد بهر دوستان. مدت فریاد و زاری در چمن کرد بلبل پیش نسرین و سمن. کار دنیا اینچنین است ای پسر الحذر از کار دنیا الحذر. آمدن آنجا همه مرغان باغ با دل پردرد و با جان بداغ. گریه و زاری همی کردند و آه شب همه شب تا به وقت صبحگاه. عارف مرغان که توتی نام اوست شکر شیرین همه در کام اوست. تعزیت چون داد بر شاخی نشست گفت از بالای گردون تا به پست از ملائک تا به انسان و پری و سلاطین تا گدا و لشکری
کس نماند در جهان بر روی خاک، بلکه زیر خاک خواهد رفت پاک. ای خوشا آن کس که او چالاک رفت، دل به دست آورد و زیر خاک رفت. کی بقا دارد جهان ای بالهوس، کی بماند این جهان با هیچ کس. از گل و گلزار و گلشن دور شو، در جهان معنوی مستور شو. نزدک اون که ده شیر پو ویولو که کم سونزه نلره ده کلماتو پو تلفز که نوستادی نوستو گرو چه ده شاعر مقصد ده هم ده شیر سخه سشو. وی بلبل چه بلبل یا دول الوتون که دزده کون که ده باد سبا سخه یا هم همه صوبگاهی یا هم ده هم ده باد یا شمال سخه سشه و کرده کون که آه و ناله وکرلا. مدت فریاد و زاری در چمن کرد بلبل پیش نسرین و سمن. یو سو مدت لپاره یعنی یو سو وقت لپاره ده بلبل که نسیده پدی چمن که یا پدی باغ و پدی بستان که نسیده زاری وکرلا یا هم ناله وکرلا. کار دنیا اینچونی نست ای پسر، الحذر از کار دنیا الحذر. وید دنیا جوان یا هم ده دغ دو روز جوان پده شکل سرده. نو با خبر او سیگه ای حلکه یا هم امغه طرف مقابل ترتویلی با خبر او سیگه. آمدن آنجا همه مرغان باغ، با دل پردرد و با جان بداغ. نو ده همغه باغ یا ده همغه برن، طول الوتون کی رجم شل یا راغون شل پده زیکی. دوی هم یو درد درلوده، یعنی یوازه دسی نو چه یوازه بلبل ده هم دغه باد سبا سخه یا هم ده هم دغه جوان سخه گله کوله. دغه نور الوتون کی چه جم شل دوی هم یو گله و گله گزاری درلوده. گریه و زاری همی کردند و آه، شب همه شب تا با وقت صبحگاه. نو دوی هم گریه و زاری تا پیل وکر، نو دوی هم جرا تا پیل وکر ده شپی نتر سهار پوری. شاید زکوون که تاسی لیدلی وی چه زیادتر وقت هم دغا مرغیگانی یا هم دغا لتون کی یو دول غگونا باسی، یعنی یو دول چرا هاره لری. عارف مرغان که توتی نام اوست، شکر شیرین همه در کام اوست. عارف مرغان یعنی ده هم دغا الوتون که هوخیار یا هم پوه یا بادانش ایسوک دسته که اون که توتی ده چه توتی کوله شید انسانانو هم دغا خبر کول هم تکرار کری، یعنی شکر و شیرین یعنی هم دغا طول خواگی خبری چه ده حقی پخله کی دی. تعذیت چون داد بر شاخ نشست، گفت از بالای گردون تا به پست. وی چه کل احوال پرسی و کرلا کل چلو دوی سره یه. یعنی هم ده احوال پرسی و کرلا نو دالر پیو شاخ بانه که نستیدل او یا هم دوون پیو خاخ که نستل او وی ویل چه از بالای گردون تا به پست ده آسمان سخه یا هم ده دیر لور نقطه سخه تر چیچ نقطه پوری یا تر زمک پوری از ملایک تا به انسان و پری و سلاطین تا گدا و لشکری. وید ملایکو سخه چی دوی پا آسمانونی که دی تر انسان پوری چی دا پزمکه کده یا هم سلاطین یا ده حکمرانان و یا حاکمان و سخه شروع تر گدا پوری یا غریب پوری یا هم هغه کس چی لشکر کدی. کس نماند در جهان بر روی خاک، بلکه زیر خاک خواهد رفت پاک. حسوک تلپات نده، حسوک ابدی جوان پا دی دنیا که نلری، طول به یارز لدی دنیا سخه زی. ای خوشا آن کس که او چالاک رفت، دل به دست آورد و زیر خاک رفت. خو حق از شخص نیکمرغه ده یا هم حق از شخص خوشبخته ده چه حق چالاک لر. مقصدی ده چالاکی سخه تیزی دسته که اون که تیزی یعنی دو نور زره تر لسته کری و سشه پلس که دی درلود اول دی دنیا سخه لر، یعنی لسته دکو. کی بقا دارد جهان ای بالهوس، کی بماند این جهان با هیچ کس. وی دغه دنیا دغه جوان کلا بقا لری ای بالهوسه، ای حقا شخص چه تخ نفس دیتر لنده کره یا هم تا بنده دل نفس زور شوه ده، ای دغه جهان ترسو پوری چه سر تلپاتی و یا هم چه سر وفا کره یا هم سوک تلپاتی جوان لری. از گل و گلزار و گلشن دور شو، در جهان معنوی مستور شو. وی دو گل و گلزار و چمن سخه لرشم. مقصدی دو گل و گلزار و چمن سخه سشه دزده که اون که همدغه نریده همدغه نفسانی کارو ندی چه تاسو یه ده اصلی لار سخه یا هم ده معنوی لار سخه لری کری استی. ده دغه شیانو سخه لرشه او پا معنوی نری که مستور شه یا پت شه یا زنده حل تورکه، یعنی حقیقی لار تلار شه یا هم خپل وقت
خپل ژوند دی خپل د ژوند شیبه شیبه دی د الله تعالی په عبادت او استعانه کې تیر کړه. نو زده کوونکو دغه موضوع باید موږ خپل په ورځني ژوند کې پلی او پیاده کړو. یعنی یوازې دا نه ده سمه ده، موږ باید خپل ورځني کارونو ته هم ورسیږو. که چیرې موږ خپل ورځني کارونو ته ونه رسیږو نو موږ نشو کولای چې خپل ژوند مخته یوسو، خو خپل حقیقي مقصد او خپل ریښتینی مقصد هم له هیره ونه باسو. چې دا مورد زده کوونکو باید تاسو تل پیاد ولری. نو د شعر په معنا کې کومه پوښتنه یا ستونزه نه لرئ زده کوونکو؟ نو اوس راځئ چې بعضی لغتونه معنا کړو، ځکه چې د همدغه لغتونو معنا کول له موږ سره مرسته کوي تر څو چې شعر په سمه توګه زده کړو. نوحه یعنی ناله یا هم څوک چې ډیر زاری کوي یا گله کوي. الحذر یعنی هوشدار یا هم ګواخ. تعزیت یعنی تسلیت، کولی شو چې احوال پرسی لپاره هم استفاده کو ډاډ گیرنه. سلاطین یعنی حکمرانان یا واکمنان. بلحوث یعنی خوشگذران، هغه کس یا هم هغه شخص چې خپل ژوند یا خپل شیبه په حوث باندې تیروي یا هم بیزه تیروي. مستور یعنی پټ او پوشیده یا هم پنهان. نوسته کوونکو دغه لغتونه که چیرې ستاسو زده کړئ تاسو سره مرسته کوي تر څو چې شعر په سمه توګه معنا کړئ. نو چې تاسو کومه پوښتنه نه لرئ او د ننني لوست موضوعات مو هم په سمه توګه زده کړئ، اوس د څه شي نوبت دی؟ اوس د دې نوبت دی چې خپل لوست خلاصه کړو. دا چې کوم مهم موارد موږ په ننني لوست کې ولوستل. ګرانو زده کوونکو، زموږ د ننني لوست موضوع وه جهان معنوي، یعنی حقیقي او ریښتینی نړۍ. چې مقصد مو د همدغه حقیقي او ریښتینی نړۍ څخه څه شی دی؟ هغه دا دی چې موږ د الله تعالی په لاره کې واوسو، د الله تعالی ستاینه وکړو. او سربیره پر دې یو شعر مو ولوستل، د نوي کلماتو یا هم د نوي لغاتو معنا مو زده کړئ. نو دا ټول هغه موضوعات وو چې په ننني لوست کې موږ ولوستل او زده مو کړل. خب حال شاگردای عزیز که شما سوال ندارین و موضوعات درس امروزی را هم به صورت درستش یاد گرفتین، نوبت چی است؟ نوبت کارخانگی است. شما باید کارخانگی را هم انجام بدین. کارخانگی درس امروزی شما این است که لغاتی را که ما به شما دادم و معنایش هم کردم، این لغت ها را باید شما در کتابچه‌تان نوشته کنین و باید برش جملات مناسب هم بسازین. بر علاوه از این موضوع مفهوم شعر را در چند سطر نوشته کنین. یعنی این شعری بود که ما بر شما معنا کردم. حال شما خودتان برداشتی را که از این شعر کردین، مفهومی را که از این شعر شما گرفتین، این را شما نوشته کنین. ما ببینم که شما چی مفهوم گرفتین از شعر امروزی ما. کارخانگی تانا به صورت درستش انجام بتین و روز بعدی که به صنف حاضر می شدین همراهی خود بیارین. درس امروزی ما در همین جا به پایان می رسه. با امیدی که موضوعات درس امروزی را به صورت درستش یاد گرفته باشین. دبل درس دا پیلوراندی لنده دا مخلو.